عدم آرزوها از برنامه علمی بادی امتحان کن. هزینه این 40 شمع با شما عزیزان می باشد. قدرت پنهان. آدرس پستی قدرت پنهان: کانادا پست، پی او باکس 302 ستیلز اونیو WPO. لطفاً برای ارسال نامه‌ها یا بسته‌ها از پست سفارشی استفاده نکنید. من اگر تلخم، گاه اگر شیرین، من اگر زشتم، گاه اگر زیبا، اگرم در هستی، گاه در نیستیم، من اگر دیوانه، اگر هوشیارم، تو مرا ببخش و به خود وا مگذار، اگر رد میکنی، رد کن، بجز درگاه تو جایی ندارم، بجز درگاه تو راهی ندارم، بجز تو با کسی کاری ندارم. این الماس ها با تلاش بسیار زیاد هموطنانی به دست آمده که با نیت کمک به افراد نیازمند و در راه خدا مصرف شده و یا می شوند. درود به هموطنان عزیزی که با تلاش بسیار خودشان و کمک خداوند و هفت استاد توانستند به این گنجینه ها دست پیدا کنند. تا بپذیرم آن چرا که نمیتوانم تغییر دهم، دلیری ده تا تغییر دهم آن چرا که میتوانم تغییر دهم، بینش ده تا تفاوت این دو را بدانم، مرا فهم ده تا توقع نداشته باشم که دنیا و مردم آن به میل من رفتار کنند. الماس یکی از با ارزشترین سنگ هاست. اگر مشتاق به دست آوردن سرمایه نفیس و با نیت پاک الهی هستید، برای به دست آوردن الماس در سرمایه گذاری قدرت پنهان شرکت کنید. جهت سرمایه گذاری با تلفن 416-858-64-42 تماس بگیرید. این الماس ها چقدره؟ میدونی که با یک عدد از این الماس ها میشه چندین خانواده بی بضاعت رو سرپرستی کرد؟ میدونی که با حتی یک عدد از این الماس ها میشه چه دست های محتاجی رو بی نیاز کرد؟ و یا میدونی که میشه برای چندین خانواده جهیزیه برای تشکیل زندگی فراهم کرد؟ پس در سرمایه گذاری الماس شرکت کن و شانس خودت رو امتحان کن. قدرت پنهان. آدرس پستی قدرت پنهان: کانادا پست، پی او باکس 302 ستیلز اونیو WPO. لطفاً برای ارسال نامه ها یا بسته ها از پست سفارشی استفاده نکنید.
بپذیرم آنچه را که نمیتوانم تغییر دهم. دلیری ده تا تغییر دهم آنچه را که میتوانم تغییر دهم. بینش ده تا تفاوت این دو را بدانم. مرا فهم ده تا توقع نداشته باشم که دنیا و مردم آن به میل من رفتار کنند. من اگر تلخم گاه اگر شیرین، من اگر زشتم گاه اگر زیبا، اگرم در هستی گاه در نیستیم، من اگر دیوانه اگر هوشیارم، تو مرا ببخش و به خود وا مگذار. اگر رد میکنی رد کن، به جز درگاه تو جایی ندارم، به جز درگاه تو راهی ندارم، به جز تو با کسی کاری ندارم. قدرت پنهان. آدرس پستی قدرت پنهان: کانادا پست، پی او باکس 302، ستیلز اونیو، دبلیو پی او. لطفاً برای ارسال نامه‌ها یا بسته‌ها از پست سفارشی استفاده نکنید. گله من دوباره سلام نازنینای من، ایشالله که خوابتون نبرده باشه. البته یه مسئله را میدونیم که این روزا عزیزانمون میگن که هر دفعه که مینا تو وسط برنامه میری و برگردی، ما هم عادت کردیم انگاری چایی میخوریم. قبلا فکر میکردیم که اگه این موقع شب چایی بخوریم 11 چون میگذره وقتی من میرم و میام، نازنینای من قبلا میگن که ما فکر میکردیم چایی ممکنه بیخوابمون کنه، ولی ما میریم یه چایی میخوریم میایم انگار خیلی آرومتر میخوابیم. از من سوال کردن آیا به خاطر چایی است ما آرومتر میخوابیم یا اینکه به خاطر معجزه نور الهیه. انشالله به لطف پروردگارم، انشالله که معجزه نور الهیه که شما همیشه از خدای خودم میخوام که ملت من آرام و راحت و خوشبیان و زیبا باشن، انشالله همیشه این چنین خواهد بود. خطی بگیریم با شما عزیزا باشیم. جانم بفرمین. سلام عرض کردم. سلام از مامینا. سلام گلم، حال شما خوبیم؟ بفرمایید. ممنون، سپاسگزارم. عزیز نازنینم، خدمت شما فرشته مهربان و هفت نور الهی و آریای عزیزم و اساتید محترم در چهار کالج قدرت پنهان عرض ادب، احترام و تقدیم دارم. از کشور عزیزم ایران تماس میگیرم. کشور عزیزم ایران، بله. به چه اسمی؟ به نام اکرم، نام پدر ذبیح الله. معجزه های قدرت پنهان در گرجستان خانم نازنینی بودند به نام گلجان که ایشون از ناراحتی اعصاب رنج می بردن و 2 سال در تیمارستان بودند. خانواده محترمشون با تماس به قدرت پنهان و تهیه آینه و درخواست عبادت 3 ساعته به نور الهی و عبادت اساسیت عزیز و نازنینم شفای لطف پروردگار شامل حال ایشون شد و به شکرانه تشکر از لطف پروردگار
آینه هدیه کردن به قدرت پنهان که نور الهی شامل حال عزیزی که مشکل مثل خودش داشته بشه. و ما نیز ممنون و سپاسگزار لطف پروردگاریم و دست اساتید عزیز و نازنین ما از راه دور میبوسیم. مرسی نازنین. عبادت برای چی میخوای؟ عبادت برای برکت گشایی میخوام مینای عزیز. خدای مهربان برکت تو زندگی بهت هدیه کنه. خدایا رو نگهدارتون. قربونت برم. جا داره که از برادر عزیزی که لطف فرموده نیمی از گنجینش رو فروخته تا برای کتایی که تو چابهار نیمشو نفروخته خواهر گلم منو گوش کن یه مقدار کوچولوشو بله یه مقدار کوچولوشو از از الماسش یه لحظه منو گوش کنی خواهش میکنه یه لحظه چون وقتی شما اشتباه اگه عنوان کنی تمام بیننده هامون اشتباه متوجه میشه نه عزیزم بله. گنجینش از الماسایی که به دست آورده چون هم میشه میگیم عجله نکنی یک دونهشو اول برای خودش فروخته یک دونهش هم که یه ذره درشت‌تر بوده برای یکی از عزیزانمون در کشور عزیزم ایران فروخته و خدایا 100 هزار مرتبه شکر الان هنوزم 74 تا دونه از اون الماسا رو داره بس نازنینم عزیزم خدا رو شکر من خواستم بگم که واقعا باید آفرین گفت به چنین قلب‌های مهربان و رئوفی که انشالله نور الهی برکت زندگیشون رو هزار هزار برابر بکنه انشالله سپاسگزاریم از لطفشون بله عزیزم زنده باشی به خدا میسپارمتون خدا یارو نگهدارتون اینا چون عید قدیر هستش ده. من خواستم بگم که هر کس به کسی نازد و ما هم به علی نازیم دقیقاً که شاه شاهان یا علی دردمندیم یا علی دستم بگیری یا علی انشاءالله که دست علی نگهدار همه شما عزیزان عاشق و با ایمان باشه زنده بشه ممنون سپاسگزارت هستم و میبوسمت خدا نگهدارت باشه خدا حافظ باشه جانم بفرمایید سلام عرض کردم جانم بفرمایید سلام خسته نباشید زنده بشی ممنونم از لطفتون بفرمایید سلام علیکم آقا شما خوب هستین؟ من خوبم مرسی جانم بفرمی سلام عرض کردم اگه عزیزایی من خواهش میکنم وقتی میایین رو ارس سعی کنین سریع با همون صحبت کنین خواهر برادرهای تو منتظر نمیشه زیاد منتظر باشی سلام گلم حال شما خوبی خانم قربونتو برم بفرمی سلام و خسته نباشید خدمت شما و هم به خود گرامی ممنونم عزیزم جانم بفرمی کشور عزیزم ایران تماس میگیرم کشور عزیزم ایران بله عبادت به نام محمد مهدی نام پدر بله. ام معجزه ها نازنینه از معجزات قدرت پنهان توران خانم بودن از آذربایجان که همسر ایشون آقا محمود توسط برادراشون دچار تلفن سیاه شده بودن و متاسفانه به مرز جنون رسیده بودن بله. و 7 سال بود که هم جدا زندگی میکردن برادر رو از آقا محمود نگهداری میکردن و همه ثروت ایشون رو برای خودشون برمی داشتن خانم توران بسیار وفادار بودن به همسرشون درخواست عبادت رو سفارتی میکنن به لطف خدای مهربان و 7 استاد گرامی و قدرتمند آقا محمود شفا پیدا میکنن و یک آینه به کسی که به جنون رسیده باشه و بیماری جنون داشته باشه هدیه میکنن مرسی عزیزم زنده باشی عبادت برای چی میخوا؟ برای برکت گشایی خدای مهربان برکت تو زندگی بهت هدیه کن عزیزم به خدا میسپارم جانم تو بگید شعر از خودم برای حضرت علی در وسط حضرت زنده باشی بحبه شعر از خودتون رو بسیار مشتاقیم گوش کنیم بفرمید بله. متشکرم به نام خدا زنده باشی خب بلاد مرتضی در دل ماست خب علی یا علی توشه راست صد شکر که لطف آن علی شامل ماست صد شکر که دل مأمن و جای مولاست سپاسگزارم از لطف عزیزم ممنونم نازنین زنده باشین اگه لطف فرمایید دست پرمه رو برکتتون هم برای من بالا کنید خواهر گلم میدونی که شعرها رو میذاریم برای روز عید قدیر ان شاء الله که قرعه کشی میکنیم بله زنده باشین چش چشم عزیزم خدا یارو نگهدارتون خوشحال شدم زنده باشین خدا نگهدار خدای مهربان سلامتی آرامش عشق و محبت رو تو زندگی بهتون هدیه کنه نازنینای من عزیز من نازنینم باسم برای شما عزیزا عنوان کنیم یه دونه از مسائلی که در قدرت پنهان پیش اومده و نظریه شما رو خواستیم بگیریم و در نظر بگیرید برادری برامون خاک فرستاده بود
البته ماه گذشته که بدونیم که در اون زمینی که البته خونی خونی که از بین رفته برای ما خاکشو فرستاده بودن اینجور که بعد این که استاد عزیز عبادت کردن دیدن نازنینای من مسکونی امیدوارم که اگه من کلمه رو جمله رو کامل بلد نیستم امیدوارم که شما نازنینای من متوجه بشین خونه که کاملا خراب شده بود و این خونه متعلق به خود شخص نبود نازنینای من و در این خونه خوشبختانه گنجینی بسیار زیادی بود شکر خدای مهربان. البته اینو عرض کنیم خدمتتون که روح شاد باشه خانومی که در اون خونه زندگی میکرده اسمش محبوبه بوده نازنینای من و این خانم نه فرزندی داشته نه ازدواج کرده. متاسفانه این خانم بعد اینکه عبادت شد متوجه شدیم که بدون این که اصلا هیچ کسی رو داشته باشه از اونجا از بین رفته متاسفانه الان یعنی در بین ماها نیستش. این موضوع مال 3 سال پیش بوده که خانم محبوبه جان سپردن به لطف خدای مهربان روحشون شاد باشه نازنینا و همسایه‌شون که برای ما خاک فرستاده بودن توی اون خونه نازنینای من گنجینه بسیار زیادی پنهان بوده و برای همسایه توضیح داده شد که اگر تو میخوای گنجینه رو به دست بیاری طبیعتاً آینه و این نوع مخارج با خودت نازنینم آینه رو تهیه کرد و بعد اینکه استادای عزیز گنجینه شو براش به دست آوردن و فرمودن که برای خانم محبوبه سعی کن که اونو خوشحال کنی و لااقل به یتیم خونه کمک کنی. خود شخص که اقدام کرده بود خیلی به اصطلاح آقای جعفر خیلی میگه به حالت خجالت زده وقتی این حرف رو من زدین مگه شما متوجه شدین که این زمین این خونه در به داغون مال من نیست؟ اینجا یه سوالی از شما البته از آقای جعفر داریم مگه میشه با قدرتی که پروردگار خدای مهربان به 7 استاد نازنین داده مگه میشه که متوجه نشن که این خونه ای تو نیست؟ و مسئله دیگه که سوالی که از شما عزیزا داریم آیا برای شادی روح خانم محبوبه که بین ماها نیست و این عزیز روح شاد باشه که نازنینای من بعد عبادت ها متوجه شدیم که این خانواده البته جزو خانواده هایی بودن که از نظر وضع مالی بسیار وضع مالیشون هم خوب بوده زمانی که حیات در حیات بودن نازنینای من و به نظر شما آیا افتتاح کردن یه یتیم خونه یا اینکه یه مدرسه یا یه کلینیک به نظر شما کدومش بهتره برادر عزیزمون که حالا گنجینه خونه همسایه‌شو به دست آورده به نظر شما کدومش آقای جعفر انجام بده بهتره؟ انشاءالله که شما نازنینای من شما عزیزای من سعی کنید نظریتونو به ما بدید و فراموش نکنید که از آقای جعفر خواستیم که همیشه بدون استثنا هر جمعه برای خانم محبوبه برای شادی روحش حتما و حتما براش فاتحه بفرستن و تا حتی مسجدایی رو که نزدیک میادگاهشه برن و خرما و حلوا و این نوع مسائل البته میتونن هزینه رو بپردازن اونا براشون انجام بدن ولی هیچ وقت فراموش نشه که خانم محبوبه متعلق اون زمین و اون خونه متعلق به ایشون بوده. البته الان یه مسئله را میدونیم که آقای جعفر میگفتن چون خانم محبوبه کسی رو نداشته گویا دولت اومده و میخواد خونه به اصطلاح از بین رفته رو میخواد بگیره و بسازه اونش مهم نیست برای خانم محبوبه عزیزای من گلای من دیگه چه فرقی و مهم اینه که آقای جعفر مسئولیتش به نظر شما چی و ما میدونیم که توان مالی بسیار خوبی داره و میتونه همیشه
که خانم محبوبه روح شاد شاد باشه، البته خوشبختانه خوشبختانه اینو مطمئنی با نشونه هایی که نشونه های خوبی که از خودش گذاشته رفته، طبیعتا انشالله که هم نشینه ملائک باشه، امیدواریم که روحش هم شاد باشه. نظریات شما رم از شما خواهش میکنم برای ما کمک کنید و میدونیم که آقای جعفر برنامه رو گوش میکنه، میدونیم که نظریات شما در اصل نظریات قدرت پنهانه. سپاسگزاریم از اینی که با ما هم فکرین، ما رو کمک میکنید و خطاتون رو بگیریم، زیاده منتظرتون نذاریم. جانم بفرمایید. سلام عرض کردم. با عرض سلام و ادب به مینا خانم. سلام خانمم، حال شما؟ استاد ارجمند قربونتون برم، لطفی فداتون بشم. حالتون خوبه؟ از کشور عزیزم ایران تماس میگیرم. کشور عزیزم ایران، بله. دعا برای فاطمه نام مادر نرگس. ام معجزه ها نازنینه. نیلوفر خانم از دسپول که فلج بودم به لطف نور الهی و هفت استاد ارجمند شفا پیدا کردن. بله. آقا محمد که در افغانستان نابینا بودند خانم اینو برای ما گفتن. خانم هفت استاد ارجمند شفا پیدا کردن. خانم سلام. سلام. بله. سعی کن هر وقت میزنی فقط همین جوری نخون و برو عزیزم. آقای محمد افغان رو خیلی وقته گفتیم دیگه قبول نمی کنیم، چون خیلی از عزیزانمون فقط اینو میان میگن. این همه شفا. بله. عزیزم نازنینم. آقا فرید از تبریز بیماری سر داشتن، اینم امروز برامون گفتن. خانمم خانمم وقتی انسان ها با هم حرف میزنن سعی میکنن شنوندن باشن. انشاءالله این بله. رفتار از ملت من دور بشه که اصلا فرصت صحبت کردن نمیده. علی آقا میذاشتی لاغل حرفم تموم بشه، شروع میکردی میذاشتی حرفم تموم بشه. خانمم نازنینم بهت هیچ وقت یاد ندادن تو حرف دیگران صحبت نکن. خدا نگهدار. انشاءالله از این برنامه بیاموزی. انشاءالله که لطف خداوند باعث بشه لاغل از این برنامه اگه به تو یاد ندادن، انشاءالله از این برنامه بیاموزی. جانم بفرمایید. سلام عرض کردم. سلام مینا خانم. سلام خانمم، حال شما خوبی؟ بفرمایید جانم. قربون شما برم. حال شما چطوره؟ خوبی؟ شکر خدا. بفرمایید. من از استرالیا زنگ میزنم. موفق باشید. یه دعا میخواستم به اسم مرسی قربون شما برم. به اسم مازیار. بله. نام مادر زهرا. بله. هم معجزه ها نازنینم. الو. قطع شدی عزیز. جانم بفرمایید. سلام عرض کردم. سلام به شما زهر استاد نورانی. زنده باشین. حالتون چطوره؟ خوبی عزیزم بفرمایید. جانم خیلی ممنون. عبادت می‌خواستم به من سامره. از کجا زنگ می‌زنی خانم؟ از ایران عزیزم زنگ می‌زنم. بله کشور عزیزم ایران. بله عبادت می‌خواستم به من سامره نام پدر علی. ام معجزه ها چی میدونی عزیز؟ من سر خانم که قدرت تکلم نداشتن به کمک نور الهی به قدرت حق. بله اینم برای ما زیاد گفتن خانمم. یه دونه از معجزه هایی که برای شفا گرفته های سرطانی مونه خواهش میکنم بگو. افتان خانم که نابینا بود با کمک نور الهی گوش نمی کنی نه؟ عزیزم ببخش من. بله عزیزای من گلای من خیلی هستن که سرطان داشتن با نور الهی با لطف پروردگار شفا گرفتن. وقتی یه دونشون رو میگیم برامون بگو میتونی بگی نازنینم. جانم بفرمی. سلام عرض کردم. جانم بفرمی. الو سلام. سلام برادرم، حال شما خوبی؟ بفرمی. حسن نباشه، حالتون خوبه؟ زنده باشی، من خوبم شکر خدا. با مینازان کار داشتم. بفرمی. الو سلام مینازان، حال شما خوبه؟ بفهمین آقا، ممنونم. از کشور عزیزم ایران زنگ میزنم. کشور عزیزم ایران، بله. شما؟ بله، عبادت میخواستم برای مرضیه فرزند نصرت. هم معجزه ها؟ از معجزه ها، برادر آقا منصور که از زمان تولد معلول بوده و به لطف خداوند و حق استاد عزیز شفا یافتن و در خانواده حفظ نظری زندگی خوب و خوشی را سپری میکنن. خب دیگه فرشته خانم که بیماری گواد داشتن و برای بهبودی آن خیلی مداوا کرده بود و خب نتیجه نگرفته بود. خدا نگهدار آقا، خدا حافظت.
بیماری گواتر. نه به پشت میدونستی کاملا عزیز. جانم بفرمی. سلام عرض کردم جانم. سلام عزیزم. سلام عزیزم. خوبی؟ زنده باشی. ممنونم از لطفتون. جانم بفرمی. بعد شما میخواستم یه شعر بخونم. این آدم شعر بخونین. بفرمی. از خودتون شعر. بفرمی. خواهش. باز هم شد عید رحمت، عید ایمان، عید بیعت با علیجان، عید مولا شاه مردان، عید آن که از جهت قاصد قرآن. ما این برنامه قدرت پنهان می‌نشینیم پای صحبت با مینا جان. ناگهان بشنیدم از او جانم ارجان که می آیم به ایران استادان. قلبم از جا کنده شد از شوق و هیجان، اشک ریختم سجده کردم پیش یزدان. دست بردم بر دعا رو به آسمان، طول عمر میخوام براشم از دل و جان. زنده باشی عزیزم. ممنونم از لطفتون. بفرمین از کجا زنگ میزنی خواهر گلم؟ از کشور. از کشور عزیزم ایران. کشور عزیزم ایران. به چه اسمی؟ عبادت به نام نشنی مادر فاطمه. بله. ام معجزه ها بفرمین. از معجزه ها سرماتان هم بودن که به دلیل ناراضی قلبی نمیتونه کامل شد و با کمک همکارش آینه تهیه شد و به لطف خداوند و هفت استاد گرامی شفا یافت. مرسی عزیزم. زنده باشین. عبادت برای چی میخوای؟ برکت بشه. خدای مهربان برکت بیاره تو زندگیتون. خدایا رو نگهدارتون. خواهش میکنم. خدا نگهدار. زنده باشین. خدا نگهدار. جانم بفرمی. سلام عرض کردم جانم. سلام ارادت. سلام عزیزم. سلام ارادت. خوبی برده؟ سرکار خاتمه بدی. زنده باشی. ممنونم. همچنین سلام ارادت تقدیم دارم خدمت هفت فرشته آسمانی ناجیان و در حق بشریت. روزتون بخیر باشه. ممنونم برادرم. بفرمین از کجا زنگ میزنی؟ از کشور عزیزم ایران تماس میگیرم. به نام حسین علی. بله. پدر یا مادر؟ حسین علی. مادر نوربیبی. هم معجزه ها بفرمی. خواهش میکنم. از معجزات قدرت پنهان آقایی که در محله دریانه زندگی میکردن و جزو سرمایدارها و ملاکدارای اون محل بودن. بله. و به کار خبازی و نانوایی مشغول بودن. بله. متاسفانه صاحب فرزند نمیشدن که بر اثر تلسیم سیری ها مغازار هم از دست داده بودن. در نتیجه بیاری خدای مربون و عبادت استادان عزیز گروز که توی تنور سر شده بود، ایشون داشتن تنور رو نگاه میکردن. بله. میبینن سنگه های میدرخشن، انگار دستی وسط سنگ ها رو پرد میکنه. بله. که به سنگ های قیمتی و ارزش 5 میلیون دلار بیاری خدای مهربون و عبادات استاد رو به حقیقت میرسد. زنده باشی. ممنونم از لطفتون. عبادت برای چی میخوای برادرم؟ عبادت بیاری خدای مهربون برای برکت بشهید. انشالله خدای مهربون برکت تو زندگی بهتون هدیه کنه. خدایا رو نگهدارتون. خانم آمدادی عزیز، این شاباش و تبریک این عید بزرگ به عشق و ارادت خالصانه هفت استاد نازنین، هفت خط سریده هم که اگر اجازه بفرمایید قرائت کنم. بفرمی. خواهش میکنم. بفرمین عزیزم. جانم. علی حیدر، علی صفتر، علی کرا، علی آیت، علی قایت، علی آینه اولا، یلی دوز افتوار، شیر خدا، ای ساقی کوثر، به تیغ ذوالفقار نازن تو، ای جام جهان پیدا. در خیبر گشادی تو ولی جولان به جان خصم، شه عالم، شه شاهان، علی مولا، علی والا. غلام درگهت هستم، گدای کوی تو هستم، قدیر از اسم تو پیدا، فلک از نام تو شیدا. دلیری تو، صبوری تو، من در ریش سرگردان، کشم رقصی، شبم فانی، جواب دیده حبیب الله. علی مرتضی نامد، شفیق همدم احمد، طریق انبیا هستی، علی داماد پیغمبر، تو بودی همدم زهرا. روم در روزه پاکت، زنم یا هو به عشق تو، شبم مجنون کوی تو، بگیر دستم ولی الله. با سپاس از صبوری شما. سپاسگزارم از لطف شما. ممنونم از لطفت برادرم. ممنونم. خدا یار و نگهدارتون.
ان شاء الله جزو مسابقه ها، ان شاء الله که برنده میشی. خدا حافظ. سلامت باشی. ان شاء الله که موفق باشین و چقدر لذت میبریم وقتی میبینیم عزیزانمون خودشون زحمت میکشن. واقعا دستشون درد نکنه. خطی بگیریم با شما عزیز باشی. الو. جانم بفرمایید. سلام عرض کردم. سلام، خسته نباشید. زنده باشین برادرم. حالتون خوبه؟ با سلام خدمت هفت استاد عزیز و گرامی و خواهر گلم مینا خانم عزیز. ممنونم برادرم. جانم بفرمایید. از کشور عزیزم ایران تماس میگیرم. کشور عزیزم ایران. بله، به چه اسمی؟ بله، دعا میخواستم برای شعبان علی، نام مادر فاطمه. بله. ام معجزه ها برادرم. آقا رامین عزیز بود که در جاده چالوس تصادف کردن، قطعه خواه شده بودن که به لطف خدای مهربان و هفت استاد گرامی شفا گرفتن. شکر خدا عزیز. بله. عبادت برای چی میخواد؟ عبادت برای برکت بشه. خدای مهربان برکت بیاره تو زندگی. دست مبارکت هم برای بلندتونی ممنون میشه. چشم برای دارم. به خدا میسپارم. با تشکر. خیلی ممنون. زنده باشه. خدا نگهدار. خدای مهربان برکت تو زندگی بهت هدیه کنه. عزیزای من، گلای من، انشالله که همه تون موفق و معین باشین. باز هم برای شما نازنینا بگیم چه ساعتی میتونیم با ما تماس بگیرین. البته نگران نباشین، اونایی که پشت خطن نگران نباشین، هنوز آخر برنامه نشده. عزیزای من، بین ساعت 5 صبح تا ساعت 8 صبح به وقت کشور عزیزم ایران میتونی با همون تماس بگیری برای عبادتهای 3 ساعتت. امیدوارم ناراحت نشید نازنینای من. بدونید که عبادت 3 ساعته رو وقتی میخوای عبادت 3 ساعت برات انجام بشه نازنینم، آینه هزینش بسیار گرونه. ما اینو متوجه هستیم. ولی قدرت پنهانم توان مالی نداره نازنینم. این عبادت های 20 دقیقه ای که از ساعت 10 شب تا ساعت 12 شب در خدمتتون هستم نازنینای من، هر کدومش $250 برای قدرت پنهان هزینه داره تا انجام بشه. اینها رو با کنفرانس هایی که میرم، با فروش کتاب ها و سیدیام میتونیم براتون تهیه کنیم. ولی نازنینای من، گلای من، عبادت 3 ساعتتون که برای عزیزانیه که آینه میخواد و نازنینم قدرت پنهان توان مالیشو نداره، به این دلیل که قیمت آینه سرسام آور. عزیزای من، شما در نظر بگیرین که آینه پیدا کردنش بسیار مشکله و نازنینای من هزینهش بسیار بالاست. و عزیزانی، چه کسانی آینه میخوان؟ کسانی که گرفتار جادو هستن نازنینای من، کسانی که خدای نکرده بر اثر داشتن جادو خدای نکرده حافظهشون از دست دادن، در تیمارستانا هستن یا در بیمارستانا عزیزانی هستن که متاسفانه در کما هستن نازنینای من، حالا سکته کردن، حالا تصادف متاسفانه پیش اومده. و امیدوارم که اینو بدونین نازنینای من، یه موقع خانم‌ها به همون زنگ میزنن و میگن بخت‌گشایی میخوایم. عزیزم نازنینم، خیلی آزرده میشیم که وقتی بهت میگیم نازنینم آینه میخواد و آینه میگه خب بدون آینه برامون بخت‌گشایی کنی. نازنینم نمیشه. امیدوارم که اینو بدونی وقتی تو بختت بسته عزیز من نازنینم، یعنی جادو داری. وقتی تو جادو داری، گرفتار مسئله جادو هستی، باید اون جادو از زندگی تو دور بشه. باید زندگی تو مثل آینه صاف و پاک بشه با برکت نازنینم. به همین دلیل که عزیزای من، خیلی از نازنینا، خیلی از خانمای نازنین زنگ میزنن میگن عاشق هستیم ولی نمیتونیم ازدواج بکنیم، آخه چیکار بکنیم؟ تا حتی به هم میگن مینا، تو که خودت میفهمی، تو خودت عاشق همسرت بودی، مینا بس باید ما چیکار کنیم؟ نازنینای من، متوجهم، دوستتون دارم، تک تکتونو ستایش میکنم، قلب عاشقا، ای کاش بتونم کمک باشم. انشاءالله با نور الهی، با لطف پروردگار نازنینای من، در نظر بگیرین ذریع آرزوها بسیار موثر براتون. اگر زورت به آینه نمیرسه نازنینم، ذریع آرزوها که میتونه برای تو انشاءالله کمک باشه. سعی کن از ذریع آرزوها استفاده کنی نازنینم. سعی کن دست به دامن نور الهی از این راه بشی.
انشاءالله که خیلی از شما عزیزا سوال میکنید خب حرم آرزوها رو ما چگونه میتونیم بهش دسترسی داشته باشیم. نازنینم عزیزم اگر اینجا میتونی بیای قدمت بالای چشم، میتونی یه سالن بسیار بزرگی رو در مسجد گذاشتیم که حرم آرزوها توشه، قدمت بالای چشم هر موقعی بخوای میتونی بیای. ولی نازنینم وقتی از اون ور دنیا میگی ما، میتونی اسمتو بنویسی، میتونی بله 40 تا شمی که برای حرم آرزوها برای تو نازنینم روشن میشه، انشاءالله که خدای مهربان پروردگار به تو کمک کنه که تو هم بتونی به عشقت برسی. و هزینه داره. یک موقع هایی شما عزیزا از من سوال میکنید و هزینه هایی رو که برای حرم آرزوها برای شما میگیم فقط شم انقدر یعنی گرون اونجا. عزیزم نازنینم اولا شما شمای معمولی نیست که روشن میشه، بعدش هم تمام وسایلایی که برای عبادت ها در اصل نمیایم تمامش رو بگیم که چقدر گلاب مصرف میکنیم، چقدر گل بلگای گل سفید رو استفاده میکنیم، اینا رو عنوان نمیکنیم و فقط و فقط میگیم بله 40 تا شم. نازنینای من اینا عنوان کردنش در نظر بگیر چقدر وقت میخواد که برای شما توضیح بدیم. پس امیدوارم اگر براتون عنوان میکنیم نازنینای من، خیلیاتون به همون زنگ میزنید و میگید میخوایم اسممونو بندازی برای حرم آرزوها. نازنینم اسمتو بدون شم بدون عبادت برای چی فکر میکنی به چه نتیجه ای میرسه؟ و بازم برای شما عزیزا عرض کنم که خیلی از عزیزانمون میبینیم متاسفانه با وجود این که ازشون خواهش میکنیم، میگیم نامه هایی که برای ما مینویسین عزیزم یه خط دو خط بیشتر نباشه، میبینیم باز هم عزیزانمون از این ورقه های امتحانی دو ورقش میگیرن نامه برامون بنویسن و اصلا نمیتونیم بخونیمش. نازنینم عزیزم بهتر نیست نامت رو یه خط دو خط بنویسی و بتونیم لااقل بهت جوابگو باشیم؟ وقتی نازنینم همه چی رو میخوای برای ما عنوان کنی، میبینیم که بله به گفته بچه ها میگن باز هم این روزنامه است، میگیم خب بس اصلا بازش نکن. عزیزای من، گلای من و عزیزانی که خدا رو شکر میکنیم، سپاسگزاریم از نور الهی که خیلی از عزیزانمون قدردانی کردن به این دلیلی که توی خونه هاشون میگفتن خونه هامون سر و صدا میامد هم میشه و میبینیم که شکر خدای مهربان بعضی از خونه ها نازنینای من بله این چنین بود که روح خبیث داره توش و بعضی از خونه ها میبینیم که راه نماز در اصل خاکی رو که فرستادن عزیزانمون میتونن به گنجینه ها دسترسی پیدا کنن. خدا رو شکر میکنیم، سپاسگزاریم از دنیایی که در این دنیای ماشینی خدای مهربان پروردگار مسئله علم و عبادت رو در اختیار 7 استاد نازنین قرار داده که شما عزیزای من بتونید به زندگی های بهتری دسترسی پیدا کنید. راستی چی میتونیم بگیم به جز این که بگیم سپاسگزاریم از لطفت و زمین تو میبوسیم هر دقیقه هر موقعی که در توانمون باشه. نازنینای من خطی بگیریم با شماها باشیم. جانم بفرمین. سلام عرض کردم. سلام عرض می‌کنم. سلام برادرم، حال شما خوبی؟ بفرمین. زنده باشین جان. زنده باشید. و همینطورین سلام عرض می‌کنم خدمت هفت استاد بزرگ. ممنونم از لطفتون. بفرمایید، خواهش می‌کنم. زنده باشید. از کشور عزیزم ایران تماس. کشور عزیزم ایران. بله، به چه اسمی؟ بله. عبادت می‌خواستم به نام هاشم. بله. نام پدر رضا. ام معجزه ها؟ بله. آقای یعقوب بودن که ایشون توسط شرکاشون دچار تلسم سیاه میشن. و با نقشه قبلی ایشون رو به یک سفر کاری میفرستنشون و همسرشون میگن که داشتم توی حیات راه میرفتم که انگار چند نفر منو به زمین زدن و سرشون میشکنه و مادرشون که داخل حیات بودن میگن که احساس کردم چند نفر منو نگه داشتن نتونستم از جام بلند بشم که مادرشون متوجه میشن و با قدرت پنهان تماس میگیرن. استادها استادای بزرگوار میگن که با آقای یعقوب تماس بگیرید که بعد بگید که هر کجا هستن به منزلشون برگردن و با شما... لطف نور الهی و برادرم مثل که شما فراموش کردین که آقای یعقوب مهر سنگ نور رو داشتن. شما این قسمت بله 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 آقای یعقوب سنگ نور رو نگفتی. از این شهرمنده
بله آقای یعقوب سنگ نور از شبکه قدرت پنهان از این برنامه خیلی بزرگ تهیه کرده بودن و ایشون استادا به ایشون میگن که با آقای یعقوب به خانواده‌اش میگن، البته میگن که با آقای یعقوب تماس بگیرید و هر کجا که هستن به منزلشون برگردن و با لطف نور الهی و دعای هفت استاد عزیز آقای یعقوب زنده و صحیح و سالم به خانواده‌شون برمیگردن. لطف بفرمایید یکی دیگر رو بگین، خواهش میکنم. اینو خیلی بله بله حتماً. بله خانم بتور بودن از شهر قره که با لطف نور الهی و دعای هفت استاد عزیز به گنجینه دست پیدا کردن. ایشون مدتی رو در ترکیه زندگی کردن، حدود دقیقا 10 میلیون دلار برای شهر قره و بیمارستان هدیه کردن. ایشون برای 12 تا دختر جهیزیه تهیه کردن و گفتن که اگر قبلا هم ازدواج کرده باشن و ازدواج دومشون باشه برای من فرقی نمی کنه، به شرطی که خونه و ماشین نخواد. سپاسگزارم. عبادت برای چی میخوای بردار؟ زنده باشی. برای برکت گوشایی خانم مرد. خدای مهربان برکت بیاره تو زندگیتون. خدا یارو نگهدارتون. اگر خانم مرد یه تقابلی کچی داشتم، اگر ممکنه دست فرمرتون رو برای من بلند کنید. چشم. خدا یارو نگهدارتون. خدا حافظ. زنده باشی. تشکر. خدا نگهدار. خدا حافظ. خدای مهربان برکت تو زندگی بهت هدیه کنه عزیزم. جانم بفرمایید. سلام عرض کردم. جانم بفرمایید. سلام عزیز. سلام خانم. سلام خانم، حال شما خوبی عزیز؟ بفرمایید. ممنونم میرا خانم. از کشور عزیزم ایران تماس میگیرم. کشور عزیزم ایران. بله به چه اسمی؟ بله عبادت خواستم به اسم ناصر، نام پدر حسن. ام معجزه ها عزیزم؟ بله زن با خانم که بهشون تهمت بچه دزدی خورده بود، بعد هیچ کاری هم نمیتونستن بکنن. به مدت 2 سال هم در زندان بودن. بعد مادرشون با قدرت پنهان تماس گرفتن، به لطف خدا و عبادت های هفت استاد عزیزم از زندان آزاد شدن. دیگه چی میدونی عزیزم؟ زمان زندانش رو اشتباه گفتی. بگو. سایلا خانم که 13 سال در خواب راه میرفتن، به لطف خدا و عبادت های هفت استاد عزیزم شفا پیدا کردن. خب چرا در خواب راه میرفت عزیزم؟ میتونم یکی دیگر رو بگم؟ نه دیگه. خب وقت بیننده های عزیزمون رو میگیری. خدا نگهدار عزیزم. نازنین من انقدر نباید بگی که تا یه دونش خلاصه درست در بیاد. اگه برنامه علمی عبادی رو بشینی نازنینم نگاه کنی قشنگ میتونی یاد بگیری. یه موقع های عزیزانمون اینجا توی انجل تیوی با هم صحبت میکنن، میگن اینا رو اگه ازشون سوال کنید درباره فیلم و سریال خیلی قشنگ جواب میدن، همه رو میدونن کارگردانش کیه، در چه سالی ساخته شده. ولی درباره برنامه علمی عبادی وقتی ازشون سوال میکنی، بعضی هاشون واقعا متاسفانه مشکل دارن. البته عاشقای برنامه علمی عبادی رو هم خدا رو 100,000 مرتبه شکر زیادن. خیلی از عزیزانمون میان خیلی راحت عنوان میکنن برامون، مو به مو میدونن نازنینای من. بس انشالله که شما عزیز اگه علاقمند هستی که همین عبادتهای 20 دقیقه ای رو ازش بهره ببری نازنینم، لااقل بیاموز، لااقل برنامه رو بشناس، لااقل یه کمی قلبتو به خدای مهربان نزدیک. وقتی میای اطلاعات کافی نداری، این نشون میده که هیچ وقتی برای نور الهی نذاشتی. وقتی هیچ وقتی براش نمیذاری، انتظار چگونه داری عزیزم؟ آره گلای من. خطی بگیریم با شما عزیزا باشیم. جانم بفرمایید. سلام عرض کردم. الو سلام. سلام خدمت خواهر بزرگوار خودم امین خانم و هفت اولاد بزرگوار پیشاپیت فرارستن عید قدیر و خمر را به شما و هفت استاد گرامی تبریک عرض می کنم. فداتون بشه. می خواهم شعری در رابطه با عید قدیر تقدیم تو کنم. خانمم از کجا زنگ می زنی؟ و از کشور عزیزم ایران. کشور عزیزم ایران. به چه اسمی نازنینه؟ به اسم خداداد، نام مادر جهان. ام معجزه ها چی میدونی نازنینه؟ آقای امیر در لاهیجان که کارخانه چایی داشتن به گنجینه الماس دسترسی پیدا کردن، خانواده تصمیم گرفتن که 5 یا 6 ماه در خارج از کشور بمونن و بعد به ایران برگردن. آقای امیر تصمیم گرفت کسانی که
تو کارخونه یه چایش کار میکردن و خونه نداشتن براشون خونه تهیه کنه و دخترشان سفید خانان تصمیم گرفتن که دانشجویانی که وضع مالی خوبی نداشتن به اونا کمک کنه. مرسی عزیزم، زنده باشی. عبادت برای چی میخوای؟ برای برکت گشایی میخواستم. خدای مهربان برکت بیاره تو زندگیت. حالا بفرمایید. بفرمایید. چون موسم غدیر خم آمد به میان، ندا سر داد مینا از قدرت پنهان، ز شادی علی از عمق جانان، تو هم شعری بخوان برای یاران، ز لطف الهی دست حق بالا رفت در آن میان، که ولی عهد محمد علی شود در این جهان، رسیده نوبت امامت به مرتضی شاه شاهان، رازدار و محرم دل دردمندان، بشنو ای اهالی قدرت پنهان، به میان آمده از بوی گلستان، یا علی گو تو میان جمع مستان، که شود مشکل تو سهل و آسان، ز نور الهی و دعای هفت استادان، مشو ناامید تو از در قدرت پنهان. عزیزم فدات بشم، سپاسگزارم از لطفت، ممنونم عزیزم. زنده باشی میرا خانم. یه شعری هم میخواستم تقدیم کنم به هفت استاد عزیز و شما خواهر بزرگواران که خیلی زحمت میکشید. خواهش میکنم، بفرمایید. با قدرت پنهان هر که سر و کار ندارد، خشکیده نهالی است پر و بال ندارد، دنیا ندیده از چنان نور الهی، تابیده شود به هفت استاد خدایی، گر محرم اسرار در این دیر بخواهی، راهی تو به غیر از قدرت پنهان نداری، ای مردم عالم به مینا رو بیاری، بر خاک زمین سجده شکری بگذاری، بر صفحه دل نام خدا را بنگاری، با قدرت پنهان عقده دل را بگشایی، یک شبی 20 دقیقه با دل و جان دعا بگیری، تا پشت سر از قدرت پنهان بد نگویید. عزیزم انشالله که موفق و معین باشی، انشالله که اونایی هم که بد میگن مطمئن باش اونا ملاهی نور الهی شامل حالشون بشه. عزیزم فدات بشم، خدا یارو نگهداره. بله. قربونت برم، خدا حافظ، سلامت باشی، دستتون رو میبوسن، دست پربرکت رو برام بالا بگیر. چشم عزیزم، خدا نگهدار، خدا نگهدار. خدای مهربان سلامتی آرامش و برکت رو تو زندگی به تدیه کنه نازنینم عزیزم. عزیزای من یه دتون باسم از ما سوال کردین، اولا اجازه بدید من اینو اول بخونم براتون، کدومش اول عنوان کنیم که شما نازنین خانم مرواری، سپاسگزاریم از لطفشون، ممنونم از لطفشون نازنینای من عزیزای من. لطف بفرمایید همین الان، لطف بفرمایید زنگ بزنید، اگر خدایی کرده زندانی داری که برای طولانی مدت در زندانه. خانم مرواری فرمودن که یک آینه هدیه میکنم به عزیزی که خدای نکرده در شمال زندانی داره که زندانیش برای طولانی مدت، و انشاءالله به این دلیل که فرزند عزیزش، بله البته فرزندش گم شده بود ولی سر از زندان متاسفانه در آورده بود، حالا فرزند عزیزش آزاد شده، خدا رو شکر میکنیم، سپاسگزاریم. و خانم مرواری میفرمایند که امروز که در مسجد بودم توان این که آینه به تنهایی بتونم هدیه کنم نداشتم، ولی تمام مسجدم به من کمک کردم و میتونم آینه برای یک نفر تهیه کنم که در شمال زندگی میکنه و خدای نکرده عزیزی رو داره برای طولانی مدت در زندان، براش عبادت 3 ساعت انجام میشه، انشاءالله اون هم از زندان آزاد بشه. ازتون خواهش میکنم لطف بفرمایید اون دوتا تلفنایی که توی اون باکس قرمزه، لطف بفرمایید الان زنگ بزنید، هستن که برادر عزیزی به اسم صادق هستش که الان جوابگوی تلفن هاست و برادر عزیزمون انشاءالله برای عزیزی که واقعا نیازمنده امیدوارم این آینه نصیبش بشه. دست شما عزیزای من، وقتی زنگ میزنید بگید با آقای صادق کار دارین، البته آقای صادق فقط دارن اون تلفن ها رو جواب میدن، و انشاءالله که زندانی تو هم به مناسبت عید قدیر نازنینم انشاءالله آزاد بشه. خدا رو شکر میکنیم و سپاسگزاریم از نور الهی که وقتی نازنینم محبت برای شما انجام میشه، شما هم محبت رو تقسیم میکنیم بین دیگران. فداتون بشم.
الهی که خدای مهربان به قلبای عاشقتون آرامش بده و برکت تو زندگیاتون. خطی بگیریم با شما نازنینا باشیم. جانم بفرمایید. سلام عرض کردم. سلام علیکم. سلام خانم. خسته نباشید. زنده باشی جانم. ببخشید می‌خواستم شعر بخونم. فقط شعر. بله شعر از خودته یا از سایده؟ از کشور عزیزم ایران زنگ می‌زنم. خانمم نازنینم صحبت منو گوش کن یه دقیقه. از سایت پیدا کردی شعر رو یا شعر از خودت؟ نه عزیزم، نه خواهر عزیزم، من از خودم گفتم. بفرمی خواهش میکنم جانم. خیلی ممنون. کشور عزیزم ایران به نام درسته؟ بله. فقط شعر میخوام بخونم. بفرم. به نام رب العالمین از وصل عطفت مولا امیر المومنین بیانم نارسا و زبانم ناتوان است. سلام بر تو ای خواهر مهربان، ای بانوی ایران زمین، ای سیده سادات دخت نبی الله، ای یادگار نور ولی الله، توی همنشین و همدم هفت فرشته نور الهی. میبوسم روی ماه و نورانی آریا جان را که او هست تاج و سرور و تمام ایران و ایرانیان. سلامی از عمق جانم به حضور هفت نور مقدس الهی. سپاس و قدردانی می کنم از هفت نور قدرت مند الهی. به شکرانه قدرت نور الهی سجده شکر می کنم به درگاه نور الهی. شامل حال ما شد هدیه گرانبها از هفت نور الهی، باران رحمت و نسیم بهشتی. عیدتان مبارک باد. عید قدیر آمده، خبر از نبی الله در صحرای قدیر آمده. خبر داد ای مسلمانان جهان از این کس مولایتان علی ولی خداست. نام علی یاد علی ذکر خداست. نام علی مرتضی از اسماء خداست. علی رفیق و همدم روح احمد است. علی و احمد و فاطمه نور خداست. نبی خدا چنین فرموده علی از من است و من از علی. اطفت و کتاب مقدس قرآن را بر مسلمین جهان هدیه داد نبی الله. ای آشغان قدرت پنهان، ای اهل ایمان نور الهی، عیدتان مبارک باد. عید شمایم خواهر از من مبارک باشه. سپاسگزارم از لطف دعیزم. زنده باشی گلم. به چه اسمی عبادت میخوای نازنینم؟ فدات بشم. عبادت به چه اسمی؟ من خواهر هستم. وقتی این افتادای عزیز اومده بود اینجا دوبارم من دیدمشون، هم همسرم هم خودم، خیلی خوشحالم. خیلی. اسم گل چی عزیزم؟ خدیجه. خدیجه. پدر یا مادر؟ ریحانه. بله. عبادت برای چی میخوای خانمم؟ از معجزه ها بفرمی خواهش میکنم. از کشور عزیزم سنگ زدم. نوشتم. بهشت خانم عزیز. بله. بهشت خانم عزیز از اهواز بودن. بله. دوچار ترسل سیاه شده بودن. همسرشون علی آقا شهرک‌سازی میکردن. چند مدتی بود ایشون اصلا کسب و کارشون رو نقمه داشت فروش میمیرد. هیچ کدوم از آفات ما خود علی آقا متاسفانه ترسل کرده بود. بعد با توسط هفت نور الهی عبادتشون و نور الهی با تماسی که با خواهرم مینا گرفته بودن، ایشون با آینه که استاد عزیز گفته بودن داخل میز داخل خونهشون ترسم سیاه هست، داخل پایی میزشون بود. بعد از اینکه دوتار ترسمش سیاهشون باطل شد، سه تا از آپارتمان‌ها رو تو احواز به عزیزاشون هدیه دادن به همشهری های عزیزشون. عبادت برای چی میخوای خانمم؟ برکت خوشایی خواهرم. خدای مهربان برکت بیاره تو زندگی بهت عزیزم. خدا یارو نگهدار. خیلی خوشحالم. زنده باشی. خیلی خوشحالم. صدای گرمتون شنیدم. میبوسمت. خدا یارو نگهدارت. خدا حافظ. انشالله که موفق معین باشین تک تکتون عزیزای من، گلای من. نازنینای من، ما چند تا از سوالات شما رو لاقل جواب بدیم. چشم. سوال کردین راجع به 70 دونه گندم عبادت شده. آیا هست؟ نازنینم. گندم عبادت شده هزینه ای که از شما عزیزا میگیریم در نظر بگیرید که نازنینای من، برای کمک به بچه های خیابونیه. و یه عدتون سوال کردین که برای کارت عضو شدن قدرت پنهان آیا میتونیم هنوز؟
میتونید نازنینای من کارت گرفتن قدرت پنهان و همه موقع میتونید بگیرید. طبیعتاً میدونی تو که عضو میشی که کارت قدرت پنهان رو بتونی داشته باشی عزیزم، باید هزینه ای رو بپردازی. و برای کی هست؟ برای بچه های خیابونی. تعداد بچه های خیابونی سپاسگزاریم از نور الهی. امیدوارم به تمام شما عزیزان که کمک کردین به ما که بچه های خیابونی رو بتونیم کم کنیم، خدای مهربان برکت چندان تو زندگی بهتون هدیه کنه. و خیلیاتون رو خبر داریم که میگین شروع کردیم که به بچه های خیابونی کمک باشیم و امروز میبینیم که چقدر زندگی هامون رونق پیدا کرده. سپاسگزاریم از لطف پروردگار نازنینای من. و چه ساعتی میتونیم به ما زنگ بزنید که کارت های قدرت پنهان رو داشته باشید؟ بین ساعت 5 صبح تا ساعت 8 صبح. چه ساعتی میتونید برای عبادت های 3 ساعتتون عزیزای من زنگ بزنید؟ باز هم بین 5 صبح تا 8 صبح. و برای اینکه گندم های عبادت شده رو که خیلی از عزیزانمون میگن زورمون نمیرسه یک بار آینه تهیه کنیم، اول گندم عبادت شده رو میگیریم، بعدش سنگ نور گرفتیم. خیلی از عزیزانمون میگن این چنین کردیم. و بعدش مهره معجزه گرفتیم، بعدش خدای مهربان کمکمون کرد، آینه گرفتیم، به گنجینه ها دسترسی پیدا کردیم، یا شفای عزیزانمون رو گرفتیم، یا زندانی داشتیم آزاد شده، یا اینکه تو مملکت های دیگه بلا تکلیف بودیم قبولی گرفتیم. بس نازنینای من، گلای من، ان شاء الله که خدای مهربان کمکتون باشه، حامیتون باشه و تمام این تقاضاهاتون رو هستیم که ساعت 5 صبح به وقت کشور عزیزم ایران تا ساعت 8 صبح باشیم، جوابگوی تلفناتون باشیم. برای سرمایه گذاری به دست آوردن الماس، اون هم نازنینم باید بین ساعت 5 صبح تا 8 صبح به همون زنگ بزنیم. انشاءالله که موفق و معین باشیم. آیا نمیدونم اتاق فرمان به من اجازه میده یه خط دیگه بگیرم یا نه؟ جانم بفرمایید. سلام عرض کردم. با عرض سلام، خسته نباشید. سلام خانمم، حال شما خوبی خانمم؟ و 7 استاد عزیز قربونتون برم، لطف داریم. بفرمین نازنینم. جانم برای عزیزم ایران خدمت، کشور عزیزم ایران، به چه اسمی نازنینم؟ عبادت میخواستم برای حسن، نام پدر علی. بله. اما معجزه ها نازنینم؟ مریم جان 18 ساله بودن که بیماری سرطان داشتن که به لطف خدای مهربان و بزرگ و دعای 7 استاد عزیز شفا پیدا کردن. بله. عبادت برای چی میخوای خانمم نازنینم؟ برای برکت گشایی. خدای مهربان برکت بیاره تو زندگیتون. سپاسگزارم. زنده باشین، به خدا میسپرمتون. خدا یار نگهدارتون. خدا حافظت. عزیزای من، نازنینای من، وقت برنامه امشب تموم شد. باسم بین ساعت 5 صبح تا 8 صبح هستیم که جوابگوی تلفناتون باشیم. خدایا رو نگهدارتون. فردا شب باسم بیام خونه هاتون.